بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم و خسته نباشی به شما هم خانم محترمتون میگم و ضمن قبولی طاعات و عباداتشون در این ماه مبارک و تبریک هم میگم خسته نباشی به بچهای تیم ملی که این شور و شوق بین مردم رو ایجاد کردن و باعث خوشحالی این مردم شریف و خوبمون شدن. درود بر شما. در مورد خب لیگ جهانی والیبال، ما چون امسال سوم دورام رو در این لیگ حضور داریم، خب خیلی کم تجربه هستیم و سال به سال داریم بهتر عمل کرده اون بهتر داره میشه، به خصوص در امسال که من فکر میکنم نشون دادن با عمل کردشون و برد قهرمان جهان امریکا و شکست روسیه که قهرمان المپیک شده بود در خاک خودشون و سخت‌ترین بازیمون رو فکر میکنم توی این تورنمنت این بازی هستش که بازی با لهستان که قهرمان لیگ جهانی چند دور در به یدک میکشه. من فکر میکنم بچه ها قبل اینکه بازی شروع بشه، من با دوست از بازیکن تیم ملی که صحبت کردم، خب خدا رو شکر رویه بسیار خوبی دارن و از این برم خب تشویق تماشاگرای خوبمون که این جوانای خوبمون مردم خوبمون میان تو سالن تشویق میکنم، به اضافه اینکه مکمل کرده و تکمیل کرده که در بین مردم همه طرفدار هستن و علاقه ویژه‌ای دارن مثل بازی تیم ملیمون در بازی جهانی که الان مردم علاقمند هستن به والیبال و این شوق و بین مردم آورده. من فکر می‌کنم امروز بازی خوبی قطعا خواهیم داشت و مطمئناً بچه‌ها تمام تلاششون رو خواهند کرد که امتیاز به لهستان ندن، چه بسا که تیم لهستان تیم بسیار قوی هستش و من فکر می‌کنم امروز ان شاءالله بازی خوبی خواهیم داشت. من پیش بینی می‌کنم 3-1 یا 3-1 ان شاءالله می‌بریم. درود بر شما. همونطور که دیدیم از ابتدا که نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ جهانی حاضر شد، هر چقدر پیش آمد هماهنگ‌تر و مقتدرتر ظاهر شد. فکر می‌کنید چقدر این شانس وجود داشته باشه، همون اقتداری رو که ما در مقابل تیم آمریکا داشتیم در تهران و اگرچه نتایج دور رفت رو واگذار کرده بودیم، ولی در برگشت به شایستگی و حتی با قدرت به مراتب بیشتر از اونها که میزبان بودن تونستیم شکستشون بدیم، در مقابل لهستان هم واقعاً این شرایط و پتانسیل وجود داشته باشه. خدمت نرسم جمعه برای منش عزیز. ببینید معمولا تیم ایران، یه توضیح یک دقیقه خدمت جمعه ولی و هم بینندگان عزیز بدم که ببین معمولا تیم ایران تجربه نشون داده که وقتی وارد یک تورنمنتی میشه عمدتا یکی دو تا بازی اولشون یه خورده با نقص شروع میکنه. خب همینجا علتش رو شما چه میدونید؟ علتش به خاطر این نبود بازی تدارکاتی و برگزاری مسابقات لیگمون هستش. ببین ما در قاره هستیم، یه قاره آسیا، کشورهای دور بر ما والیبالشون خیلی قوی نیست. کشورهای شرق آسیا هستن مثل ژاپن و چین و کره که ما از اونها فاصله گرفتیم و به واسطه بعد مسافت و هزینه‌ای که باید انجام بدیم و تداخل برگزاری لیگمون با لیگ اونها خوب نمیتونیم بازی تدارکاتی خوبی داشته باشیم. پس عمدتا باید بریم به سمت قاره اروپا که رقیبای اصلی ما هستن. خب با قبل از این بازی با کشور فلان بازی کردیم که من فکر می‌کنم بد نبودش، ولی ما اگر میتونستیم با کشور قوی‌تر از فلان بازی کنیم، قطعاً بدون اینکه ما بازی اولمون با آمریکا یا بازی بعدیمون با لهستان رو بهتر از این بازی می‌کردیم. ولی خب این طبیعی هستش و من فکر می‌کنم این تجربه خوبی شده برای فدراسیون که برای دورهای بعدی بتونیم برنامه‌ریزی بهتری انجام بدیم که انشالله از شروع تورنمنت ما بتونیم بازی رو با قدرت تمام شروع کنیم. و در این در واقع ادامه روند مسابقات فکر می‌کنید همون واقعا افتخاری که در مقابل آمریکا آفریدیم می‌تونیم در مقابل لهستان هم همون قدرت نمایی رو داشته باشیم؟ ببینید جناب آرش، من اول باید اینجا بگم شفاف که والیبال ما واقعا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته، از خودش نشون داده و در لیگ جهانی چون به صورت رفت و برگشت برگزار میشه، ما قطعا نیاز به پشتوانه بازیکنی زیاد داریم. یک بحث خب برنامه‌ریزی فدراسیون، بحث مدیریتی اون که خب دوستان در فدراسیون دارن زحمت میکشن و ولی یک بحث پشتوانه سازی هستش که ببینید در یک لیگی که خب شما یه بعد مسافتی اینجا سفر میکنید امریکا، چند روز اونجا اختلاف زمانی هست، بحث جت لگ هست، شما میگید برای هر یک ساعت اختلاف زمانی یک روز باید زودتر اونجا حضور داشته باشیم. خب اینجور مساحت نیاز هست که بازیکنهای یک تیم در هر پستی دو تا بازیکن داشته باشین که بتونید در بعضی از تورنمنت‌ها که نیازی به امتیاز نداره یا نیازی به برنامه‌ریزی که در بازی برگشت شما عملکرد خوبی داشته باشین، بازیکنهای دومی حتی سومتون به این بازی بفرستین و من فکر میکنم تجربه خوبی داره برام میشه و مطمئن هستم که با کمک اضافه شدن بازیکنامون از تیم بمون، حتی بازیکن آسیب دیده مثل زرینی، مثل ظریف، مثل
بازیکن دیگرمون که قطعا به تیم اضافه، مثلا قفوری که خب یکی از بهترین بازیکن دنیا هم هستن، همیشون هم ظریف از بچهای همه جزء بهترین دنیا هستن، وقتی به تیم اضافه بشن قطعا میتونن به همدیگه کمک کنن، همدل بشن و مکمل هم باشن. مثلا نمونه بارزش پارسال مثلا 5 تا بازی شهرام خوب بازی میکرد، 5 تا بازی قفور وقتی جایگزین میشد آسیب دید فوق العاده بازی کرد. خب این نشان دهنده این هستش که برنامه‌ریزی باید باشه و پشتوانه خوبی هم در بحث بازیکن حتما باید داشته باشه. بسیار ممنون از توضیحات شما. اما آقای محمودی، حالا انشالله که امشب اون در واقع نواقصی هم که وجود داره به حداقل برسه، چرا که میزبانی ما انصافا زبان زد هست و یکی از فاکتورهایی که بی‌نظیر نشون داده حضور پرشور هواداران ما هست که به معنای واقعی کلمه دلشون با تیم ملی هست و به شایستگی اون نقش یار دوازدهمی که حالا یک اصطلاح هست البته دارن به خوبی ایفا میکنن. با این قضیه موافق هستین و فکر کنید ادامه هم پیدا بکنه در بازی بعدی؟ من فکر می‌کنم، من چون حضوری برای دو تا بازی که در مسکو یا در همون شهر کازان روسیه بود رفتم، من همیشه گفتم ما بهترین مردم دنیا رو داریم، به خصوص در بحث ورزش بهترین تماشاگر داریم. خب این مثال زدنی هست، شما دقت کرده باشید جدیدن هم به این صورت شده که مثل تماشاگر تنیس که وقتی بازیکن خودم میخوان سرویس بزن ساکت هستن و این امتیاز میزبانی هستش، طبیعی هم هستش و از این ابزار هم ما داریم به راحتی استفاده میکنیم. حالا من خدمتهای درخشندم که از زحمتکشای والیبال و پیشکسوت والیبال هستن سلام عرض دارم، امیدوارم که موفق باشن. در مورد بحث که جا داره تشکر ویژه هم از مدیریت مجموعه آزادی، به خصوص دوستایی که در حراست و در بحث امنیتی و انتظامی هستن، واقعا زحمات زیادی میکشن، ولی این نقص هستش در کلیه ورزشگاه ما که متاسفانه ما از طریق بلیطایی که اینترنتی فروش بین به فروش میره صندلیامون مشخص نیست و نمیتونیم اینو مدیریت کنیم. ان شاءالله که در آینده این موزل و این نقص هم حل بشه. بسیار عالی. یکی از بحث‌هایی که ما با ملی پوشان والیبالمون داشتیم و خب از خواسته های به حقشون هم هست، اون در واقع توجهی هست که از مسئولین انتظار دارن. هر وقت که تیم ما واقعا افتخار آفرین بوده دیدیم که چه شور و نشاطی به کل جامعه ما منتقل میشه و چقدر باعث در واقع افسایش و ایجاد بیش از پیش غرور ملی میشه. خب در یک چنین شرایطی قطعا توجه ویژه‌ای باید به اون افرادی که به عنوان ملی پوش در واقع سرباز وطن هستن و به شایستگی وظیفه‌شون رو انجام میدن بشه. شما در این خصوص فکر می‌کنید چقدر حالا این خواسته به حق چقدر پیاده شده و چقدر در واقع جا داره که به این عزیزان توجه بیشتری بشه؟ خدمت هست کنم. خب جناب آریامش، متاسفانه در مواقعی که خب تیم نتیجه خوب میگیره مسئولی میان و وعده وعیدایی میدن، متاسفانه از قبل از ماها بود، در دوران ما بود و الان هم همینطور هستش. ولی خوشبختانه یک صحبت خوبی های معروف کاپیتان تیم ملیمون در رختکن با نماینده مجلسمون وزیر محترم و نماینده ریاست محترم جمهوری اومدن صحبت کردن و صحبت خوبی هم بود و انتقادی هم کردن، گفتن وقتی شما قول میدید عمل نمی کنید، ولی بیایید اقلا حمایت کنید، قولا بدید که بچه‌ها با روحیه بالاتر کارش انجام بدن. و اینم خدمت مردم بگم، این بچهای ما به عنوان سرباز کشورمون هستن و واقعا در تمام وجودشون 40 روز ایران نبودن، زحمت کشیدن و من امیدوار هستم که مسئولین وقتی قول میدن، آیا رمش اگه بخوایم تحلیلی ده موضوع داشته باشیم، کشورمو در 3-4 تا مقطع واقعا یه همت عالی دارن و واقعا همه همدل میشن. یکی بحث خب جنگ تحمیلی بود که واقعا نشون دادن، یک بحث عزاداری ها و مراسم ایام نوروز هستش، یکی بحث ورزشی هم هست. شما وقتی تیم ملی ما نتیجه میگیره همه مردم شادی میکنن، میان در خیابون ها، سرور و شادی در چهره مردم، در دل مردم هست. ورزش ما یکیش خب والیبال، همون روزم که امریکا بردن مردم در خیابون ها خب به جشن شادی و پایکوبی پرداختن. ما اینا نمیتونیم قیمت روش بذاریم، باید از این بچهای ما، از این سربازای کشورم که واقعا با تمام جونتون زحمت میکشن، اینا باید ازشون تقدیر بشه، نمیشه روش قیمت گذاشت. ولی امیدوارم مسئولین قدر اینا رو بدونن و بتونن روحیه مضاعفی بدن به این بچه‌ها که انشالله در بازی بعدی هم تلاش و زحمتشون مضاعف‌تر کنن که انشالله بتونیم بازم باعث سربلندی و شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم سرنگ جمهوری اسلامی مون در سطح دنیا باشیم. بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای بهنام محمودی، هم کارشناس خوب والیبال کشورمون هستید و هم خود شما هم از افتخار آفرینان بودین و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در گذشته. به هر حال علاقمندان به ورزش خصوصا والیبال این روزها و این شبها شبهای والیبالی هست و همونطور که تا به اینجا نمایندگان شایسته کشورمون رو تنها نگذاشتیم، قطعا میدونیم که باز هم این روند ادامه پیدا میکنه و به هر حال رأس ساعت 21 امشب دیدار
برگشت ما اولین دیدار برگشتمون در مقابل لهستان که خب به هر حال مدافع عنوان قهرمانی جهان هم است به میدان خواهد رفت و انشالله که هواداران پرشور والیبال کشورمون هم وارد میدان بشن و در کنار این عزیزان یک تیم کامل رو تشکیل بدیم تا با این انسجام و این اتحاد انشالله شاهد موفقیت تیم ملی والیبال کشورمون باشیم. بازم سپاسگزارم از شما که به هر حال افتخار دادیم به ما و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که ما رو با این برنامه همراهی فرمودید. با آرزوی موفقیت برای ملی پوشان شایسته والیبال ایران همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خیلی متشکرم.